back to Balotelli, it runs for Aguero, they do it! City win the title, it's Aguero with his 30th goal of the season! I don't believe what I'm seeing! Manchester City are the champions of England! بعضی وقتا توی فوتبال میشنویم که یک سری از بازیکنها غیر قابل جایگزینی هستن و با توجه به بزرگی اون بازیکنها بیشتر وقتا فکر میکنیم که واقعا درسته و اون ستاره ها جایگزین کردنشون غیر ممکنه. اما خب توی این دنیا چیزی به اسم غیر ممکن وجود نداره و بازیکنهایی اومدن که تونستن جاپای بهترین اسطوره ها بذارن و جای اونها رو کاملا پر کنن. به همین بهانه هم توی این ویدئو رفتیم سراغ یک سری از بازیکن‌هایی که جاپای اسطوره‌ها گذاشتن و تونستن جای خالی اونها رو پر کنن. لطفاً لایک ویدئو، سابسکرایب چنل و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدئوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب بریم سراغ مورد اول، هالند به جای آگرو. زمانی که سرجیو آگرو از منچستر سیتی رفت، پپ گواردیولا گفت ما نمیتونیم اون رو جایگزین کنیم و یه جورایی هم احساساتی شده بود. اما خب جایگزین او بالاخره پیدا شد، یک هیولای نروژی به نام ارلینگ هالند. هالند از بورسیا دورتموند به منچستر سیتی اومد و یک شروع بسیار طوفانی رو با این تیم داشته. او تا زمان ضبط این ویدیو برای منچستر سیتی 20 تا گل زده و 3 تا پاس گل داشته که واقعا خارق العاده است و همه اینها فقط مال 11-12 تا بازیه. هالند هنوز جای پاش رو گرم نکرده، چندین رکورد خفن رو هم شکونده. برای مثال او تنها بازیکنیه که تونسته توی 3 تا بازی داخل خانه پشت سر هم در لیگ انگلیس هتریک کنه. به علاوه اون، او رکورد سریع ترین کسی رو داره که تونسته 100 تا گل رو در لیگ های برتر اروپایی بزنه. در حال حاضر هدف هالند کفش طلای اروپا و لیگ برتر انگلیس هست و به نظر میاد که تا پایان فصل برای منچستر سیتی حداقل 60 تا گل رو بزنه. تنها چیزی هم که میتونه جلوی او رو بگیره فقط مصدومیته. اینجور که به نظر میاد هالند قشنگ تونسته جای خالی که در خط حمله منچستر سیتی بعد از رفتن آگرو به وجود اومده بود رو کاملا پر کنه. فصل قبل گواردیولا هیچ کس رو توی این پست نذاشت چون آگرو رو نداشت و نتونسته بود جایگزین رو هم برای او پیدا کنه. اما خب الان هالند به این تیم اومده و نه تنها جای او رو گرفته، بلکه توی مسیر تبدیل شدن به یکی از اسطوره‌های منچستر سیتی هست. تنها سوالی که این وسط باقی میمونه اینه که آیا هالند هم مثل آگرو مدت طولانی رو در منچستر سیتی میمونه و یا نه میره تا قله‌های بیشتری رو فتح کنه؟ نظر شما چیه؟ روبین دیاز به جای وینسنت کمپانی. جایگزین شدن هالند به جای آگرو تنها باری نیست که منچستر سیتی تونسته یک جایگزین عالی رو برای یک پست پیدا کنه. این اتفاق موقع رفتن یکی از بهترین بازیکن‌های منچستر سیتی، وینسنت کمپانی هم افتاد. او برای 11 تا فصل برای منچستر سیتی بازی کرد و با بازوبند کاپیتانی روی بازوش جام‌های زیادی رو برای این باشگاه برده. بعد از رفتن او منچستر سیتی یک فصل کامل بدون جایگزین بود، اما خب بالاخره تونست جایگزین مناسب رو پیدا کنه، روبین دیاز. این بازیکن پرتغالی در اولین فصل حضورش در منچستر سیتی تونست قهرمان لیگ برتر انگلیس بشه و کاپ لیگ رو هم ببره و بهترین بازیکن فصل هم شد. تازه او به باشگاهش کمک کرد که به فینال چمپیونز لیگ برسه و بهترین بازیکن اون تورنمنت هم شد. او کاری کرد که طرفدارها دیگه جای خالی وینسنت کمپانی رو حس نکنن و هر کاری که لازم بود رو انجام میداد. بلاک کردن، قطع توپ، سرزنی و مرتب کردن تمام خط دفاع از کارهایی هست که او داره به خوبی انجام میده و میشه گفت که یک جایگزین عالیه. مارسلو به جای روبرتو کارلوس. روبرتو کارلوس افسانه‌ای یکی از اسطوره‌های برزیل و البته رئال مادرید بود. پیدا کردن جایگزین روبرتو کارلوس کار آسونی نبود، اما خب اونا بالاخره یه برزیلی دیگه به نام مارسلو رو پیدا کردن. مارسلو در سال 2007 به مادرید اومد و وظیفه اصلیش پر کردن جای روبرتو کارلوس بود. کارلوس به فرارهای سریعش، سانتهای قشنگش، ضرب کاشته ها و شوتهای محکمش و روی همه اینا دفاع خوبش معروف بود. مارسلو از همون ابتدا نتونست جای کارلوس رو پر کنه، اما خب کم کم با رئال مادرید وقف پیدا کرد. او برای 15 سال با رئالی ها موند و تونست جای کارلوس رو پر کنه. این دفاع چپ تونست توی 546 تا بازی برای رئال مادرید 38 تا گل بزنه و 103 تا هم پاس گل داشته باشه که واقعا آمار عالیه.
تازه او تونسته توی این سالها 25 تا جام رو هم با رئال مادرید ببره که 12 تا از روبرتو کارلوس بیشتر هست و میشه گفت که از روبرتو کارلوس هم بهتر عمل کرده. کریم بنزما به جای کریستیانو رونالدو. زمانی که کریستیانو رونالدو رفتنش از رئال مادرید رو اعلام کرد، تمام طرفدارها از این خبر ناراحت شدن، چون فکر نمی‌کردن دیگه کسی پیدا بشه که بتونه جای خالی او رو در باشگاه پر کنه. اما خب کریم بنزما نشون داد که غیر ممکن وجود نداره و با تمام قدرت جلو اومد. تا قبل از این بنزما زیر سایه رونالدو بود، اما خب الان فرصت درخشیدن رو پیدا کرده بود. درسته که بنزما مثل رونالدو توی یک فصل 50 تا گل رو نمیزد، اما خب همون 25 تا گل بنزما به رئال مادرید کمک کرد که بعد از رونالدو هم به جام بردن ادامه بده و در همین فصل قبل یک چمپیونز لیگ دیگه رو بردن. الان هم کریم بنزما امید اصلی بردن توپ طلای سال 2022 هست و واقعا داره آتیش تنفس میکنه. جاشوا کیمیچ به جای فیلیپ لام. 5 سال قبل یکی از بهترین های بایر مونیخ یعنی فیلیپ لام بازنشسته شد تا به تالار مشاهیر بپیونده. این دفاع کناری با مهارت عالی خودش برای سالها پستش رو قبضه کرده بود و در بایر مونیخ 70 تا پاس گل داده. غیر از اون نظم بی نهایت عالی فیلیپ لام باعث شد که در طول 16 سال فوتبال حرفه‌ای خودش حتی یک کارت قرمز هم نگیره که واقعا خارق‌العاده است. خوشبختانه برای بایر مونیخ وقتی که فیلیپ لام بازنشسته شد، بایرن یاشوا کیمیچ که جایگزین مناسب بود رو در اختیار داشت. کیمیچ یک هافبک وسط و دفاعی بود، اما خب توانایی بازی در جاهای دیگر رو هم داره و برای همین او رو به پست فیلیپ لام فرستادن. کیمیچ در اون پست عالی عمل کرد، اما خب الان او رو دوباره به هافبک آوردن و در اونجا هم داره عالی کار میکنه. مانوئل نویر به جای الیور کان. برخلاف فیلیپ لام، بایر مونیخ زیاد به بازنشسته شدن الیور کان علاقه ای نداشت. این دروازه‌بان آلمانی 14 سال به بایر مونیخ خدمت کرده و با اونها 22 تا جام رو برده. الیور کان 3 بار بهترین دروازه‌بان جهان شد، اما خب کم کم وقت بازنشستگیش اومد و بایرنی‌ها هم دنبال یک جایگزین لایق برای او گشتن. اونها در ابتدا هانس یورگ باتس رو به جای او گذاشتن و بعد از اون هم 2 تا دروازه‌بان دیگه، اما خب هیچ کدوم نتونستن جای خالی الیور کان رو پر کنن. ولی خب در سال 2011 بود که بالاخره مشکل اونها حل شد و مانوئل نویر رو از شالکه آوردن. از اون موقع به بعد نویر جای خالی کان رو پر کرد و یه دروازه‌بان مطمئن و ثابت شد. او در کلینشیت در بوندسلیگا از الیور کان هم جلو زد و الان تبدیل به یکی از مهمترین بازیکن‌های بایر مونیخ شده. خوب نظر شما راجع به این بازیکن‌ها و پر کردن جای خالی اسطوره‌های قبلی باشگاهشون چیه و به نظرتون آیا موفق شدن و یا نه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و همینطور سابسکرایب کانال ورزش‌هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.